همزمان با پایان زمان تبلیغات انتخاباتی در پاکستان، طالبان تهدید کردند با اجرای عملیات انتحاری و بمب‌گذاری نخواهند گذاشت انتخابات سراسری روز شنبه برگزار شود. آنها در نامه‌ای تاکید کردند هدف نابودی نظام کفار یعنی دموکراسی است. شبه نظامیان طالبان با فاسد خواندن حکومت پاکستان رهبران احزاب اسلامی حاضر در این انتخابات را تهدید به مرگ کردند. در این میان نواز شریف که بر اساس نظرسنجی ها از بخت بیشتری برای کسب سمت نخست وزیری برخوردار است، گفته در صورت پیروزی برای مذاکره با شبه نظامیان افراطی تلاش خواهد کرد. و اما عمران خان، رهبر حزب جنبش برای عدالت، که روز سه‌شنبه در یک میتینگ انتخاباتی دچار سانحه شد و از ناحیه سر و کمر آسیب دید، باید چند روزی را در بیمارستان بگذراند، اتفاقی که ممکن است بر محبوبیت او بیفزاید. ستاره سابق کریکت گفته در صورت پیروزی برای صلح و عدالت در کشورش تلاش می‌کند. این در حالی است که طی ماه آوریل گذشته بیش از 100 تن بر اثر حملات انتحاری در میتینگ‌های انتخاباتی کشته شدند.